به نام خدا. سلام دوستان، جلسه گذشته با هم یک پجینیشن ساده رو ایجاد کردیم. تو این جلسه میخوایم یک سایت بار به این صفحه بلاگمون اضافه کنیم. خب ابتدا مثل همیشه HTML رو شروع میکنیم. خب اینجا ما بلاگمون رو داریم و پجینیشنمون، این رو من میخوام بذارم توی ستون 9 تایی و سایت بارمون رو هم بذارم توی یک ستون 3 تایی. خب اگر من اینجا یک رو تعریف کنم، ابتدا سایت بارم رو بذارم، و start sidebar and sidebar. و یک کل الژین 9 ستونه بذارم. و تمامی این محتوا رو بذارم داخل این، ببینیم چه اتفاقی میفته. چون ستون سمت راست اون محتوا نداره، همگی جمع شدن سمت راست. اگر من اینجا بنویسم، همین دو حرفم بنویسم، کفایت میکنه. خب الان ستون سمت راست ما ایجاد شده و این آیتم ها کوچیک شدن. خب این یه نمای زشتی داره. الان من اینها رو از 4 ستون تبدیل کنم به 3 ستون به جای کل LG3 که اینجا هست، تبدیلش کنم به کل LG4. اینها هم تبدیل میشن به همون 3 ستون سابق. پجینشن رو هم گذاشتیم این بر. حالا اگر بخوایم اینها رو ریسپانسیف کنیم، یعنی این 2 ستون رو ریسپانسیف کنیم، میتونیم یواش یواش ارزا رو کم کنیم. کل MD5 کل بعد مجموعش بشه 12 7 و در نهایت SM12 برای این هم کل SM12 که دیگه کل عرض صفحه رو بگیره. تست میکنیم تا اینجا میبینید عرض ستون کم شد، این هم 2 ستونه شدن، باز کم شد و از اینجا بعد تک ستونه میشه. خب ریسپانسیوش هم اوکیه، فقط باید یک مقدار مارجین باتم بهش بدیم. مارجین باتم 30 پیکسل که موقعی که جمع میشه یک فاصله ای از هم داشته باشن. خب تو این جلسه اولین ویجتش رو ایجاد میکنیم، ویجت سرچ رو. div.site.widget site search فرم رو براش می نویسیم. اکشنش رو خالی میذارم.
یک اینپوت داریم که مت توش قرار بگیره، تایپ تکست، پلیس هولدر، جستجو سه نقطه، و یک باتن داریم برای ارسال. میتونم متن بنویسم، میتونم از آیکون سرچ استفاده کنم. خب نگاه میکنیم ببینیم چه اتفاقی افتاد. حالا این رو میتونم استایلش کنم، سایت ویجت کلاس کلیه مارجین باتم 3 پیکسل و سایت سرچ. خب از همین خاکستری استفاده میکنم، یک بوردر بهش میدم، ریفرش میکنم، بوردر ایجاد شده. خب یک پوزیشن ابسولوت میدم، ریلیتیو بهش میدم. ببینید نقشه ما اینه که با پوزیشن ابسولوت سرچ رو بذاریم اینجا که همیشه اینجا بمونه و بوردر ها رو از این اینپوت برداریم تا ریسپانسیو ما به خوبی جواب بده. اگر ما بخوایم ویدث بوردر پدینگ ها رو به اینپوت بدیم، باید تو همه سایز های ریسپانسیو به این سایز بدیم و یواش یواش ارزش رو کم کنیم. ولی اگر بوردرها و پدینگ ها رو ازش برداریم، ویدثش رو 100% کنیم و بوردرها و پدینگ ها رو به خود دیو سرچ بدیم، دیگه احتیاجی نیست توی ریسپانسیو هیچ کدی رو بنویسیم. خب یک پدینگ رایت براش بنویسم 20 پیکسل. دقت کنید الان فاصله میگیره. یک پدینگ لفت براش مینویسم 40 پیکسل. اوکی الان ملموس نیست. حالا باتنش رو میارم، پوزیشن ابسولوت لفت 0 تاپ 0 with 3 پیکسل، height 3 پیکسل، این رو هم 8 3 پیکسل، line height 3 پیکسل. حالا این بوردرش رو بر میدارم، نان، بکگراند نان، پدینگ 0، مارجین 0، تا این فاصله ها بکگراند این ها از بین بره. اوکی میبینید موس که میاد روش هیچ عکس عملی نشون نمیده. سلاین سنتر میکنم و میذارم روی پوینتر تا وقتی موس میاد روش علامت لینک حاضر بشه. اوپاسیتیش رو میذارم روی 8. یک کلاس ترن تعریف کردیم برای اینکه بهش ترانزیشن بدیم، الان طرز کارش رو بهتون میگم دوباره. نقطه هاور اوپاسیتی 1. خب این یک دفعه چیز میشه. اگر کلاس ترن بش بدم، با یک ترانزیشنی اپاسیتیش تغییر میکنه. خب حالا میمونه این اینپوت ما. border non height 3 پیکسل، لاین هیت 3 پیکسل، پدینگ 0، ویدث 100% و
ببینیم چه اتفاقی میفته براش. فقط میمونه فونت فامیلیش. فونتی که استفاده میکنیم فونت شبنم هست. یه مقدار فونتش رو هم کوچیک کنیم، بد نیست. فونت سایز 12 پیکسل. ممکنه این اتفاق بیفته براش. یه ذره کوچکترش کنیم که دیگه نیاد پایین. خب حالا ریسپانسیوش رو هم چک میکنیم، میبینید که همراه با سایز ما تغییر میکنه اندازش و دیگه نیازی نیست ما هیچ کدی رو بهش اضافه کنیم. جلسه آینده بقیه ویجت ها رو با هم تولید میکنیم.